سخنرانی استاد پناهیان با موضوع راه‌های رسیدن به حال خوش معنوی و نشاط زندگی، تهران، میدان فلسطین، مسجد امام صادق، رمضان 96، جلسه دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الاراضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خیلی علاقه دارم که برخی از نکات کلیدی ابتدای بحث رو دوباره تکرار کنم به یک زبان دیگری، که از موضوع بحث فاصله نگیریم و بدونیم که در این سلسله گفتگوها دقیقاً چه هدفی رو داریم دنبال می‌کنیم. به تعابیری این مطلب رو مجدد عرض کنم از شب‌های اول، که اگر بچه مذهبی‌ها عمیقاً لذت نبرند از دینداریشون، دو سه تا اتفاق ناجور میفته. یکی این که دینداریشون در معرض تزلزل و بی‌ثباتی قرار میگیره. میبینه دیگران دارن لذت میبرن، این هی لذت نمیبره، هی گذاشته به امید قیامت و هی داره به عشق خوب بودن و خوب بودنی که بازم هیچ لذتی ازش نمیبره خودشو کنترل میکنه. چقدر میخواد تحت بمباران این تحقیر یا توهین‌های دیگران و تمسخرهای دیگران قرار بگیره و مقاومت کنه، چقدر میخواد تحت این مقایسه هایی که خب آدم ها به این سادگی مقایسه میکنن قرار بگیره و مقاومت بکنه، بگه نه من وضعم بهتره. حتما باید یه بچه مذهبی از دینداریش لذت ببره، لذتی بیشتر از اون لذتی که اهل دنیا میبرن، تا دچار ضعف نشه دینداریش. اگر یه بچه مذهبی از دینداریش لذت نبره، نه تنها دینداریش در معرض خطر قرار میگیره، بلکه یه اتفاق بد دیگه هم میفته و اون اینه که مغرور میشه به دینداریش، دچار عجب میشه، قیافه میگیره برای بقیه. اگر کسی عمیقاً از دینداری خودش لذت ببره، به جای اینکه برای کسی قیافه بگیره، برای دیگران دلش میسوزه. چرا قیافه بگیره؟ چرا متکبر بشه؟ دلش میسوزه میبینه کسی روزه نمیگیره، نماز نمیخونه و این لذتی که این میبره نمیبره رو نداره. یعنی این لذتی که این میبره رو میبینه اون نمیبره. این دلسوزی اثر خودش رو رو دیگران خواهد گذاشت. همونجوری که اگه مغرور بشه عجب پیدا کنه، اثر منفی رو دیگران میگذاره. حالا اثر منفی رو دیگران به جای خودش یه جای دیگه بعد ازش صحبت کرد. دینداریش میسوزه، عجب موجب حبط عمل میشه. اگر کسی از دینداریش لذت نبره، دچار غرور دینداری میشه. یه کمی روی این موضوع بیشتر بیاندیشیم. در حالی که اگر کسی از دینداری خودش لذت ببره، هرچی دینداری میکنه بیشتر بدهکار میشه به خدا. نه تنها غرور نمیگیردش، بیشتر فروتن میشه، بیشتر بدهکار میشه. شما وقتی که یک کسی خیلی تحویلتون بگیره، غذای خوب بهتون بده، هدیه خوب به شما بده، خیلی کیف کنی، خیلی به نفعت باشه، شرمندش میشین. موقع تشکر کردن میگه آقا من کوچیکتم، تو خیلی برام مایه گذاشتی، من واقعا شرمندتم. دیندار اگر از دینداریش لذت نبره، نمیگه خدایا من شرمندتم، دو قرط تو نیمشم باقی میمونه، خدایا ببین من دینداری کردم، خودمو کشتم. طلبکار میشه. اینو بهش میگن عجب، اینو بهش میگن
غرور طرفداری از حق، این تعبیر مرحوم شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امامه، غرور طرفداری از حق. ولی اگر از دینداریش لذت برده باشه دیگه مغرور نمیشه، بدهکار میشه. از دینداریش لذت برده باشه برای دیگران هم قیافه نمیگیره، دلش میسوزه برای دیگران که حیف، چرا اونا، حیف، خیلی حیف. این هم یک اتفاق. دیگری که میفته اینه، کسی از دینداریش لذت نبره تابلو تحریم دین خواهد بود، نه تابلو تبلیغ دین. آقا شما که رفتی دنبال دین و ایمان و خدا و پیغمبر و مسجد و نماز و روزه و اینا، چه گلی به سر خودت زدی، برو بابا حال داری. جواب یه همچین آدمی 20 جلد کتاب اصول عقاید و 20 جلد کتاب اخلاق اسلامی نیست. جواب یه همچین آدمی اینه که تو بتونی تو زندگیت، تو نشاطت نشون بهش بدی من دارم بیشتر از تو لذت میبرم از زندگیم. این روایت مال بحث امشب نیست، ولی چون تو مقدمه ما داریم یه همچین گفتگویی میکنیم، یک روایت برای شما بخونم، ربط با این به این مقدمه داره. پس سه تا اتفاق بد میفته. ببینید، یکی این که دیندار اگه لذت نبره از دینش، اثر بدش اینه که بعد از یه مدتی دینو میذاره کنار، میره دنبال هرزگی مثل بقیه، دینش سست میشه. اثر دومش اینه که دینش سست نشه، مغرور میشه به دینداری خودش، اینم خیلی بده. نه اینکه هرچی دینداری بکنه کوچیکتر بشه، بدهکارتر بشه، به خدا ذلیلتر بشه. اثر سومش اینه که دیگران از دین او بیزار میشن، میگم بیا برو بابا تو هم با این دینت دماغ افسرده داغون. کسی میره مسجد، حق نداره از مسجد رفتن و از نماز خوندن لذت نبره، آبروی دینو میبره اگه لذت نبره. بعد ما آدمای معمولی تو چشماش ببینیم این چقدر کیف کرد، دنیا رو بهش بدن حاضر نیست با این نماز خوشگل سر وقت جماعت و اینا عوض بکنه، حسش رو باید ببینه و الا ضربه میزنه به دین. حال این که من عرض کردم این سه تا از آثار شوم دینداریه که آدم ازش لذت نبره، حال خوش معنوی پیدا نکنه، سرور و نشاط و شعف پیدا نکنه. قبلا در این باره صحبت کردیم که حالا اگه لذت نبره اصلا این دینداریه؟ دینداری که نیست، یه چیز دیگه است، چه میدونم چی اسمش. چون دین از دینو حبورون، از دین و سرورون، در واقع معناش اینه. و روایاتی در این زمینه خوندیم. واقعا دین در جامعه ما بد معرفی شده. به ما در معرفی دین اینجوری میگن برو تا آدم خوبی بشی. این کلام ناقصه، بقیهشو نگی شبیه تحریف دین میمونه. خب آدم خوبی بشه شاخصش چیه؟ اثرش چیه؟ نتیجهش چیه؟ کیف میکنه. خب آدم حسابی درست حرف بزن، برو که کیف کنی. آخرشو بگو، چرا وسطشو میگی ما رو بیچاره کردی، بدبختمون کردی؟ شما ما فکر کردیم همین باید خوب بشیم فقط، اصلا بدمون اومد از خوب شدن. آخرشو بگو کیف داره یا نداره. بابا چه کیفی داره؟ خب تو کتابای درسیتون هم اینو بنویسید. ما قرآن کریم و برخی از زیبایی‌های معارف دینی مثل ادعیه، مثل
برخی از کلمات ائمه معصومین رو میگیریم، زیباییاشو میتکونیم، میریزیم، قشنگی ها و بوی عطر و خوشگلی ها و این حرفاشو، قسمت های زمختشو جدا میکنیم، میاریم میذاریم تو کتاب درسی، میگیم بخون که حالت از دین به هم بخوره، که دیگه هرگز آدم نشی، بیا بخون. این کاریست که ما داریم میکنیم الان. خدا تو قرآن کریم هیچ وقت خودشو اثبات نکرد، خودشو وصف کرد. وصف خدا خیلی دلنشین تر از اثبات خداست. بچه ما هم خدا رو قبول داره، هیچ وقت ننشستیم باش وقت بگذاریم خدا رو توصیف کنیم براش. هی گفتیم با اینکه خدا رو قبول داری بیای بار دیگه برات اثبات کنم. بابا محکمش کن، بذار یه کیفی ببره از این دین، لذتی ببره. حالا روش های آموزشی ما ضربه میزنه و اینا، هیچی به جای خودش محفوظ، بحثاییست که باید یه جاهای دیگه صورت بگیره. ما در این باره الان داریم صحبت میکنیم، نشاط در زندگی چگونه باید باشه. حاج آقا شما چی کار داری به نشاط در زندگی؟ چون دین کار کردش اینه، دین کارش اینه که آدم ها رو با نشاط میکنه برای زندگی. این قدم اول دین. دین این چیزا هم بلده. ما فکر کردیم دین فقط به ما گفت نماز بخون اعتقادات درست بشه. حال ما موضوع بحثمون نشاط در زندگیه و باید غیر متدینین بیان تو کانون فرهنگی مسجد بگن ما اهل دین و ایمان و نماز و اینا نیستیم، ولی میخوایم سر حال زندگی کنیم. شنیدیم اینجا کلاس روش سر حال زندگی کردن با آدم آموزش میدن، هست کلاسش، میخوام یاد بگیرم دیگه، چیکار کنم دیگه. امامه به سرا رو دیدن گفتن اینا ببین، اینا میدونی کارشون چیه؟ اینا دنبال اینن که مردم رو با نشاط کنن برای زندگی، مردم بتونن دو برابر کار کنن، دو برابر ارتباط بگیرن، دو برابر شاد باشن، دو برابر برای زندگی رایجشون. ولی الان کسی از ما امامه به سرا این برداشتو نداره. ما یه کاری باید بکنیم، خیلی این مسئله مهمه. انقدر دین بد معرفی شده اصلا انتظار ندارن یه آخوندی شنگول باشه. ولی اینجوری حرف بزنی میگن این آخوند خوبیه. اجرا میکنم ببخشین. خب ما گرفتارها بدبختها، جز خدا که کسی رو نداریم، اونهایی که اهل دنیان کوفتشون بشه الهی. ما چی میگن عجب این دیگه زدتون عرفانا. یه کمی من میخوام دینی صحبت کنم، شاد صحبت بکنم، فوش میده. به خدا ما هم مشکل داریم. میگه پس چرا میخندی؟ ببین که ما هیچ وقت نمیخندیم. خب این فرق دین و بیدینیه دیگه. این برداشت نیست ای خدا، ای پیغمبر، این برداشت نیست از دین. یه احادیثی، یه آیاتی مشهور شده که اون آیاتی نیست و روایاتی نیست که باید مشهور بشه. یه احادیثی و آیاتی مشهور نشده یا معناش دقیق مشخص نشده که اونا باید اولین چیزایی باشه که جلو چشم آدم نصب بشه. پس ما داریم سر این موضوع صحبت میکنیم. ببخشید یه مقدار رفتیم توی مقدمه بعد از چند شب. خب دین میاد چی کار میکنه؟ موضوع صحبت ما دو چیزه، یک نشاط در زندگی میده، دو حال خوش معنوی، یعنی از دین لذت ببر و از زندگیت هم لذت ببر. هر دوش، هم برای زندگی کردن نشاط داشته باشی، هم برای بندگی کردن حال خوش داشته باشی و ازش لذت ببری. چون دیندار هم از دینداریش لذت میبره، هم از زندگیش لذت میبره.
چند برابر از زندگی لذت میبره از نسبت به بقیه، اینو باید در موردش بعدن صحبت کنیم. فعلا در بخش این موضوع هستیم که حال خوش بندگی چیه. اینایی که عبادت میکنن، اینایی که با خدا رابطه دارن، از این رابطهشون با خدا چی میشه لذت میبرن، از کجاش لذت میبرن، داریم در این باره با هم صحبت میکنیم. خب قبل از اینکه وارد بحث امشب بشیم در حال خوش معنوی، در لذت و نشاط معنوی و ادامه بدیم بحث های شب های قبل رو که عناصر مختلفی رو برای لذت معنوی برشمردیم، امشب هم یه عنصر جدیدی رو میخوایم معرفی کنیم که عامل لذته. قبلش من این روایت هم گفتم براتون بخونم دیگه، حالا که اون مقدمه رو گفتم. این روایت باید جا بیفته برای همه. یه لبخند بزنید الان آماده باشید که من روایت بخونم براتون. همین لبخنده یعنی حال خوش معنوی. البته من چون میدونم لبخندم به جاست، شما روی اعتماد به بنده لبخند زدید. خب میفرماید فالمتمتعون من الدنیا تبکی قلوبهم و انفرحو. کسانی که از دنیا لذت میبرن، دنیا دارن، درسته گوشه حیاتشون یه استخر مثلا 5 متری 100 متری هم دارن، حالا چند تا گوشه حیاتشون دیگه چیزای دیگه هست، ابی نداره. ثروت، ما علیه ثروت صحبت نمی کنیم. اینا که غرق لذت دنیان، حالا بعضی هم حیات میات ندارن ولی تو لذت های شهوانی غرقن، بعضی ها لذت شهوانی هم غرق نیستن، همینجوری عرق میریزن مثلا در حلقوم خودشون، نه عرق میریزن برای کار کرده مثلا. حالا دیگه هر کی یه لذتی میبره. بعضی ها هیچ کدوم اینا رو ندارن، با یه موسیقی های هی کاسه مشقاب تو سر خودشون خراب میکنن. یعنی آدم دفعی از کنار بعضی از ماشینا رد میشه احساس میکنه که یه سری ظرفا تو آشپزخونه بخوره زمین بشکنه. چجوری میشه؟ میگه این صدا چرا تو این ماشین اومد؟ بعد آدم میگه ها این ادامه داره، این هر لحظه داره کاسه بشقاب تو سر خودش خراب میکنه. خودم اعصابش ضعیف میشه از بعضی از موسیقی ها. خب اینایی که بهره میبرن از دنیا از هر نوعش، غیر از اون نشاط حقیقی زندگی دنیا که بعداً ما با هم در موردش صحبت خواهیم کرد، اونایی که اون نشاط حقیقی رو ندارن، اونا فالمتمتعون من الدنیا تبکی قلوبهم، تو دلشون دارن زار میزنن و انفرحو، ظاهرشون اینه که خوشحالن، و یشتد و مقتهم لانفسهم، به شدت از خودشون ناراضی هن. و این اغتبتقو به بعض ما رزقو، اگرچه مردم به واسطه چیزایی که اینا دارن قبطشون رو بخورن، وای دیدی چه فلانی وضع خوبی داره. این حرفو به این سادگی نمیشه بیان کرد، چه برسه به این که بخوای اثباتش بکنیم. در حال این سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، در حالی که این حرف باید برای همه بدیهی باشه. خب آره دیگه، آدم بدون معنویت و دین، حالا بدون معنویت و دین اگر بخواد شاد باشه، شادیش علکی و معلومه. اگه اینجا افتاد تو جامعه ما، یعنی دین رو ما یه مقدار یاد گرفتیم، جا نیفتاد یعنی آموزش دینی ندیدیم هنوز. بله اینه. آقا اینا چرا روزه میگیرن؟ دنبال عیش و کیفشونن. حرفیه. آقا اینا چرا میرن مناجات؟ دنبال لذتشونن. امری فرمایشی، همینه دیگه. آقا چیز دیگه هم هست؟ نه شما که خیلی بچه مذهبی هستید و اینا، این ساعت بلند شدید اومدید تو این جلسه شرکت میکنید و اینا، شما الان شما خودتون برای چی دین دارید مثلا؟ الان برای چی هم اومدید اینجا؟ برای چی اومدید؟
اگه بگی من لذت نمیخوام ببرم، به هر دلیل دیگه اومده باشی، یا دچار غرور میشی، یا حال بقیه رو از دین به هم میزنی، یا یه روزی از دین داری دست برمیداری. اون سه تا اثری که گفتم. اگه لذتشو میبری که به خدا بدهکار میشی، درسته؟ چون اومدی پیکنیک، چون اومدی تفریح، کسی برای تفریح مزد نمیگیره. الهی بگم قیمه قیمه بشم اونایی که به زور دینداری میکنن، از دینداری لذت نمیبرن. چی بگم آخه؟ نمیخوام خدا نکرد نفرین کنم، یه ادبیات خودمونی دارم به کار میگیرم برای اینکه عمق فاجعه معلوم بشه. امیدوارم ما از دین لذت ببریم و از زندگیمون هم اگر از زندگیمون لذت نبریم ناشکریم. هل لجازی الا الکفور. می فرماید آیا ما کسی رو غیر از انسان ناسپاس رو مجازات میکنیم؟ ما کس دیگری که مجازات نمیکنیم، که ما فقط کفور رو مجازات میکنیم. کفور کیه؟ اونی که خوش نمیگذرونه، بلد نیست از این زندگی که داره لذت ببره. گناه، ببین آخه الان نمیخوام برم تو وادی شکر، این بحث نشاط در زندگی و نشاط معنوی بیچاره میکنه آدم. چون هر دفعه هر لحظه آدمو به یه طرف میکشونه. حالا ببین الان من به یه طرف کشونده، یه بحث مفصل این ور وجود داره. میفرماد نعمتون لا تشکر، نعمتی که شکر نشه میدونی مثل چی میمونه؟ تو شکر نعمت نکنی میدونی مثل چی میمونه؟ مثل معصیتون لا تغفر، مثل گناهی میمونه که بخشیده نمیشه. حالت خوب نیست؟ سرحال نیستی؟ گناهکار، آلوده. ما باید اینجور باشیم. یه دعا کنم بحث امشب رو بگم. یکی از ارکان حال خوش معنوی که موضوع بحثمون هست، انشالله بعدش بریم تو نشاط زندگی. خدایا لذت از بندگی و لذت از زندگی رو در وجود ما بالا ببر. یه خبر جالب بهتون بدم. آدم ها از دنیا یه مقدار که لذت ببرن، حسابی پر قشنگ شیرین، سیر میشن. بعد میگن خدا بس دیگه، بریم دیگه، تو کی میخوای ما رو اینجا نگه داری؟ رابطه شون با مرگ قشنگ میشه. یکی از دلایلی که بازم بحث بی ربط به بحث جلسمونه، ولی نشستیم داریم گفتگو میکنیم دیگه، حالا داریم گپی میزنیم، ولمون کن تو رو خدا، بذار زیاد منظم صحبت نکنیم. حالشو ببر، گوش بده، لذتشو ببر. یکی از دلایلی که آدم با مرگ رابطش قشنگ میشه اینه که از این دنیا سیر لذت ببره. این انار هست آبلمبو میکنن، چی میگید؟ همین درست میگم من؟ که آبشون میگیرن دیگه چیش میمونه؟ دنیا رو اینجوری بکر شیره بندازش بره، برو دیگه. دیدی دنیا هیچی برای من نداری. ولی بعضی ها خوب رابطه بدی برقرار میکنن با دنیا. که حالا بذارید بگذاریم، در باره نشاط حقیقی در زندگی با نشاط علکی بعدا انشالله باید صحبت بکنیم. این ما قبل از شبهای قدر میخواییم بحث حال خوش معنوی، نشاط در بندگی رو تموم کنیم. یه بار دیگه دعا کنم، خیلی معذرت میخوام، ببخشید من اصرار دارم که اینا رو از خدا بگیریم، چون همین الان با یه حالی اینو از خدا میخوای، بعد خدا جواب میده. ما هم تعدادمون 40 تا بیشتره، ممکنه بعضی هم یه دفعه دوست داشته باشن دستشون رو برم بالا، الهی آمین بگم، بعد خدا من خجالت میکشم دست بندم رو خالی رد بکنم، بعد یه اتفاقای خیلی خوبی میفته. خدایا لذت از بندگی تو به ما بچشون. خب یکی از عناصر کلیدی و عوامل اصلی در لذت از بندگی و عبادت چیه؟ حالا شبهای قبل موارد دیگه ای رو صحبت کردیم، این جلسه یه مقدمه باید بگم.
بخش اعظمی از لذت‌های روحی هم. حالا ابن سینا توی اشارات مفصل صحبت میکنه که حتی حیوان‌ها هم لذت روحیشون قوی تر از لذت جسمیشونه و بعد مثال‌هایی میزنه اون فیلسوف بزرگ رحمت الله علیه. من نمیخوام زیاد خورد بشم تو این، باید بگذاریم. لذت بیشترش روحیه تا جسمی. لذت های جسمی اندکن، با لذت روحی مضاعف میشن. ساده ترین دلیل من ترانه های عشقیه. عشقو میارن توی روابط زن و شوهری، عشقو میارن توی دنیا، یه لذتی ببرن از این دنیا. حالا آدم که زیاد ریخته، اون رابطه عاطفی و موضع روح انسان، نظر انسان نسبت به چی علاقه پیدا کنه، اشتیاق پیدا بکنه، لذت روحی از لذت جسمی بالاتره. اینو الان نمیخوایم در موردش بحث کنیم، بعدا انشالله در نشاط در زندگی دوباره بهش برمیگردیم. فکر میکنم شما اجمالا قبول دارید، یه دلیلم آوردم دیگه. در تجربه بشری لذت‌های عاطفی که اسمش میگن عشق بیشتر از هر چیز دیگه‌ای تکرار میشه به عنوان عامل شیرین کننده حیات، گرم کننده وجود انسان و موجب لذت روحی انسان میشه. خوردن، پوشیدن و خیلی لذت‌های دیگه که جنبه مادی صرفاً دارن بدون یه لذت عاطفی و روحی تقریباً رونق ندارن. من لذت‌های مادی و جسمی رو انکار نمی‌کنم، ولی لذت‌های روحی قوی‌تر اثرشون. این نیاز به اثبات احتمالاً نداشته باشه. در لذت‌های روحی کدام لذت قوی‌تره؟ اونجایی که شما از عنصر یاد و خیال استفاده می‌کنی، از عنصر شوق در مسیر رسیدن استفاده میکنی. حتی تو ادبیات عاشقانه میگن وقتی عاشق به معشوق برسه تمام همه چی، تمام لذتش مال اون طول مدتی که داشته میرسیده، خیالش، یادش، آخ کی میشه من بهش برسم. این بزرگترین لذت انسان رو تشکیل میده. روز قیامت آمار بگیرن شما از چه چیزایی لذت بردی. آخ من خونه دار بشم، به خدا قسم در مدتی که زجر میکشیدی از بیخونگی، یاد خونه دار میشدن، یاد خونه دار شدن میافتادی، لذت میبردی بیشتر از اینه که میری تو خونه میشینی دیگه لذت تموم میشه. زجر مستجری نیست، لذت خیال من انشالله کی برسم به یه خونه هم نیست. عنصر خیال، عنصر یاد، عنصر روحی مهمیه در لذت که موجب شوق میشه، شوق رسیدن در انسان ایجاد میکنه. حالا به یاد هر چی میخوای باشی. اینم از این مطلب. فکر میکنم اینم زیاد دلیل نخواد، ولی یه توضیحی بدم. دنیا، شما که دیگه معتقدید دیگه، با شما راحت میتونم صحبت کنم. دنیا بهتره از نظر امکانات یا بهشت و رضوان الهی؟ بگید، بفرمایید. بهشت و رضوان الهی اصلا میگن قابل مقایسه نیست. دنیا دو تا لقمه غذا میخوری، دو تا شربت میخوری، باید بری توی اتاق بدبویی که اصلا هیچ کی خجالت میشه اسمشو نمیبره. دنیا در بهترین شرایطش هم یه کمی زنده ای، کار میکنی، حرف میزنی، خسته میشی مثل مرده ها دراز میکشی، میگی تو رو خدا عکس من نگیری ده ها وقتی من مردم، من معلوم نیست چجوری شدم اون موقع. دنیا خیلی خیلی چیز دیگه، معلومه دیگه.
چرا آخرت ما رو جذب نمی کنه دنیا ما رو جذب می کنه؟ ولی چرا؟ چون دنیا نقد، آخرت نسیه است. چون دنیا رو دیدی آخرت رو ندیدی؟ نه، دنیا چون نقده اتفاقا تو آدمی زاد باید زودتر از چشمت بیفته، چون تو آدمی زاد خدا یه جوری ساختتت زود ته ماجرا رو نگاه میکنی. میگی که چی؟ یا آقا دامادی اومده بود شما میگفت ما عروسیمونه. گفتم خب خب الحمدلله مبارک باشه اینا. گفت ولی من خودم خوشحال نیستم زیاد. گفتم خانم تو دوست نداری؟ گفت چرا دوستش دارم، ما ازدواج میکنیم دیگه. خیلی دارن شلوغ میکنن، عکس میخوایم، فیلم بردار میخوایم، چیکار کنیم اینا اینا، ولی خودم هیچ حس خاصی ندارم، فکر نمیکنم بیام چی. بعد به من میگن که برو به مشاور مراجعه کن، تو مریضی. بعد گفتم الان مراجعه کردی؟ یعنی الان وارد دیگه بودم از شما بپرسم من چه جوری ام؟ منم راستش اینور اونور یه نگاه کردم کسی نباشه، میگم نه کسی. گفتم ببین بقیه که این موضوع رو زیاد مهم میدونن مریضن، تو سالمی. آدم همینه دیگه، آدمیزاد دنیا براش مزه نداره، چون دیده، چون نقده از چشمش میفته. شما در جهان هستید همه کلاغ ازدواج میکنن؟ حالا دیگه جونورهای دیگه هم هستن که اسمشون رو بگم پشت تلقی میشه، ولی دیگه این اتفاق برای همه میفته. حالا این دیگه مثلا چیزیه. یه روایت داریم که من اون روایت رو به هیچ وجه نمیخونم، اشاره فقط میکنم. میفرماید تمام لذت‌های دنیا یا ازدواج یا مرکب سوار شدن یا خوردنی یا پوشیدنی. بعد هر کدوم از اینا رو اینقدر محکم میزنه تو سرش مثلا که دیگه اصلا آدم از هیچی لذت انگار نمیبره. خب دقت کنن ها. وسط این بس کسی نذاره بره ها، بیا این میخواد یه کاری بکنه ما همین دنیامونم لذت نبریم. آره صبر کن به شما عرض بکنم، الکی سر کار نذار خودتو، دنیا لذت نداره. دنیا همش غم و اندوه، مگر اینکه بلد باشی چجوری ازش لذت ببری که بحث انشالله بعدی ماست. ولی امشب میخوام یه قسمت دیگه این ماجرا رو بگم. شما چرا از لحظه های قشنگت عکس میگیریم؟ چرا فیلم میگیریم؟ بگو دیگه. چون میمیره این لحظه قشنگ، بعدم در چهلم و سالگرد و ختم این جلسه عروسی بشینی سر قبر اون عروسی بگی چه خوشگل بودیم ما جوانی، یه فاتحه برای خودت بخونی. درسته؟ اصلا شما دوربین دستت نگه داشتی یعنی این لحظه خوب میره، ولی دوربین تو بهش نیست، همه چی هست غیر از دوربین. استخرای هست از شیر، آدم تو شیر شنا کنه چی میشه؟ مثلا خیلی عجیب غریب. بعد من اصلا نمیخوام با مادیات بهشت رو توصیف کنم فعلا، ولی تو بهشت شما عکس نمیندازی. چرا؟ چون هر روز خوشگلتر میشه، این اونیه که آدم میخواد. تو بهش هیچ وقت خاطره نگه نمیداری، چون هر روز بیشتر لذت میبری به حدی که دیروز رو فراموش میکنی. آقا آخ آدم مگه چقدر خوشگل در میشه؟ مگه دیگه یه ذره خوشگل در میشه دیگه؟ بعد دیگه تو خدا رو نمیشناسی عزیزم. کجا کلاس عقاید به درس دادن؟ فقط اونجا خودشون کشتن که اثبات کنن خدا هست، بهت نگفتن خدا کیه؟ چه قدرتی داره؟ من توضیح ندادم؟ آخه مگه میشه آدم تا میلیاردها سال هر روز زیباتر بشه؟ خب دیگه من دارم به شما میگم دیگه، فقط خدا رو به شما اثبات کردم.
خدا رو برای توصیف نکردم بشناسی، اون بلده، اون این کار رو میکنه. اگر بنا باشه تو بهشتم من خاطره جمع بکنم، 1,000,000,000 سال میخوام اونجا زندگی کنم، قصه قدیمامو بخورم، او که بدتره که، بلمون که خدایا ما رو بفرست تو عالم عدم. میدونی اما چی ساخته خدا؟ ما رو یه کسی ساخته، زیاده خواهیم، زیاده طلبیم، تنوع طلبیم. میگه خب باشه میدم بهت دیگه، فیها ما تشته الانفس، هر چی دلت میخواد برو فکر کن، من همه اینا رو بهت میدم، برو خود فکر کن. من میخوام هر روز خوشگلتر و بهتر و قویتر و جوانتر و لذت بخشتر بشه زندگیم، بهت میدم. من این چیزی که تو میخوای من خودم توی تو گذاشتم، من میشه جواب ندم؟ مگه خدا اون دنیا تو بهش میگه به بچه های با ادبی بشید، دست نزن، برو یه گوشه بشین، صدا در نیاد، جهنم اونجا سابمیم میندازمت اونجا هلاک بشی، برو همین مقدار اصلی که اون اصل چیه امروز بهش دادیم خوردی بسته، برو این بچه رو ساکت کنید بگیر بخوابه. نه با اینجوری که نیست که. خب اینجوری نیست چجوریه شما بگید؟ آقا از یه صحنه قشنگ بهش عکس بندازم یا نه؟ قشنگترش هست، از کدوم بخوای بندازی؟ و کی میخوای نگاه کنی؟ فردا که وقت نداری نگاه کنی، خوشگلترش رو داری نگاه میکنی. این دنیا خاک بر سریه، اینجوریه که هر لحظه شیرین رو از آدم میگیره، آدم میگه لااقل عکسش رو نگه دارم. بعد البته مردم لبخند میزنن، الکی خوشن دیگه، موقع عکس انداختن نه دیگه، عکس بنداز نه، تو داری مصیبت میخو، ذکر مصیبت میکنی الان، عکس بنداز لااقل عکسش رو بنداز که از بمی مصیبت زده. چرا لبخند میزنی الکی؟ الکی خوشی یا شنگول به این میگن؟ شنگولی که شبیه منگول و منگول و اینا کم کم اونجوری میشه. خدا این لبخندهای حکیمانه ما رو به عنوان عبادت از ما قبول بفرم. میفهمیم؟ آره بهتر داریم میفهمیم، میخندیم. طلوع نور در زندگی به ظلمت گذشته میخندد. دنیا برای چی میشه ما عزیزه؟ دنیا شما یه جوری ساخته شدی که دنیا رو ببینی تمومه دیگه، برات مزه نمی کنه. پیرمردای جلسه رو ببین، تو هم پیرمرد میشی، حال نداره دیگه لقمه گاز بزنه. و من نعمرهن و نکسه فی الخلق، من تو رو میپوسانم استخوانهایت را عمر بکنی. انسان موجودیه که دنیا رو ببینه دنیا از چشمش میفته دیگه، نمیتونه ازش لذت بره. حاج آقا چرا اینا رو میگی ما ازش لذت نبریم؟ میخوام لذت بالاتر ببریم. تو دنیا میشه لذت بالاتر برد، تو همین دنیایی که رو به سقوطه. خدا چند سال دارایی های ما رو بهمون میده بگو؟ چند سال؟ 20 سال بیشتر طول میکشه که همه دارایی هامون رو بهمون بده؟ بعد چند سال زندگی میکنیم؟ شروع میکنه به گرفتن یکی 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 یکی. 60 سال میگیره اگه 80 سال زندگی کنیم، 20 سال میده، اون 20 سالی هم که میده اصلا حواست نبود داشت میداد که کیف بکنی، درسته؟ داشتی هیکل به هم میزدی، حواست نبود کیف بکنی. بعد این سالایی که داره میگیره هی داری کیف میکنی، هی داره میگیره ازت، یکی یکی میگیره، ضعیفتر میشی. 20 سال میده که اصلا حواست نیست کیف بکنی، 60 سال ازت میگیره، بعد آخرش تونتون میگیره. دنیا رو ازش لذت میبری؟ خوشت میاد؟ نه ببخشید، علاقه پیدا کردی به دنیا؟ برای چی علاقه پیدا کردی به دنیا؟ برای چی چیش علاقه پیدا کردی؟ انسان موجودیه که درست به دنیا نگاه بکنه
علاقه پیدا نمیکنه به دنیا. در این باره 10 جلسه دیگه باید جداگانه صحبت بکنیم، چون 7 8 10 تا سوال پیرامون این موضوع وجود داره. ولی این یه جلسه در مورد این تیکش میخوام صحبت بکنم. دنیا رو گفتی چون میبینیم بهش علاقه پیدا میکنیم، آخرت رو چون نمیبینیم بهش علاقه پیدا نمیکنیم. این منطق غلطه. دنیا رو چون میبینی اتفاقا باید بهش علاقه پیدا نکنی، مگر اینکه فلوس واگن رو رنگ کرده باشن جای قناری بهت بفروشن تو هم ساده باشی قبول کرده باشی. بنده خدا عکس داری میندازی ذکر مصیبته، مصیبت فناپذیری دنیا، میخوای رو خودت نیاری الکی خوشحال و خندون. دیده بودید بچه ها بعضیاشون کتک کاری میکردن تو مدرسه دبستان، رفیقشون حسابی میزدشون کم نمی آورد، بلند میشد میگم نه اصلا درد نگرفت. بله باشه، اینجا میخواستم همشیره عبویشون قسمشون بدم درد نگرفت اگر راست میگی، ولی خب دیگه میگذره. کم نیاری یه وقتی، نه کم نمیاره، پدرش داره در میاد میگه نه اصلا درد نگرفت، اصلا هم درد نگرفت. ما خیلی وقتا تو دنیا اینجوریم. راستی رفقا یکی از اون 10 تا بحثی که پیرامون این هست، ما چرا باید تو این دنیای سخت زندگی کنیم؟ خدا میفرماید عزیزم جبران میکنم برات، تو نیومدی ناراحت بشی شکایت کنی از سختی های دنیا، و الا من لحظه لحظه سختی هایی که اینجا میکشی همه رو برات جبران میکنم، از تو دنیا هم شروع میکنم، یه کاری میکنم انقدر خوش بگذرونی که این سختی هاشو فراموش کنی. تقصیر من بود، ببخشید من اینجوری از طرف خدا صحبت میکنم، تقصیر من بود شما رو فرستادم اینجا، شما که خودت نمیخواستی، من برات جبران میکنم. اما دیدم شما غرقی، خیلی راضی، میگی بیشتر منو نگهدار. خب من چی کارش کنم؟ خیلی خوشش اومده. این مثال مال خیلی قدیما بود من میزدم، ولی اخیرا تو هواپیما بودم دیدم که هنوز جا داره بزنم. دیدید آدم میخواد سوار هواپیما بشه، اولش توی اتوبوس بدون صندلی آدمو سوار میکنن، درسته؟ مثلا بعضیا گیر میدن آقا چرا صندلی نداره، اینم پول بلیط دادیم 200,000 تومان پول بلیط دادیم، حالا کم و زیاد صندلی نذاشتن. آقا الان پیاده میشی، نه دیگه صندلی نداره آدم، من همجوری وایسه ببین الان پیاده میشی. عمدن صندلی نذاشتن تو راحت باشی، نه دیگه باید صندلی داشته باشی. این یه دیوانه، یه دیوانه دیگه هم پیدا بشه، به چه اتوبوسی جالب، صندلی نداره میتونه بیسته. خب باشه رسیدیم هواپیما بفهمید پایین، نه تو تازه اتوبوس گیر آوردم، یه دور دیگه بذار بابا پرواز رفت، بیا پایین بخوای بالا، نه حس خوبی داره ترمز میکنه، دیدی آدم یه غلطی هم میخوره بابا. خلوچلا رو چجوری باید جمع کنی با از یه اتوبوسه تو فرودگاه؟ نمیدونم، دنیا همین ها، یه جای بدون صندلی گذاشتن 2 دقیقه توش راحت بشه، هی میگه چه حس خوبی داره، من الان فعلا هستم. آقا میشه با شما برگردم با پرواز بعدی دوباره بیام یه دور دو تا دور دیگه بزنیم؟ این نه کن، دنیا رو چون چشیدی بهش علاقه شدی، علاقه پیدا کردی. دنیا که چون چشیدیش که باید ازش بدت بیاد، بعد باید خدا ببخشید، خدایا به تو بدهکار بشه بگه عزیزم ببخشید من شما رو تو این دنیا آوردم، چشم برات جبران میکنم، آخرت برات جبران میکنم، دنیا تو دنیا یه عشقی بهت میدم، سختی دنیا رو بیخیال بشی، من میدونم تو رو جای سختی آوردم. بابا ما غذا میخوریم که نباید بریم دستشویی، که خدای بلد نبودی یه سیستم بهتر طراحی بکنیم؟ بلدم اون اونجا انشالله بهت میدم، یه 2 دقیقه صبر کن اینجا، یه سیستمیه اینا. ممنونم اینقدر تو آدم با شعوری هستی، فهمیدی اینجا مال تو نیست، اتوبوس بی صندلی هم دیگه دور زدن داره، 2 دقیقه است میری اینجا، میدونم ناراحت بده زشته آره درست، به یه حکمتی من این کارو کردم،
خوشم اومد انقدر غرق نیستی که من اونجا یه کاری میدونی تو بهش ما هرچی غذا میخوریم کجا میره؟ عطر میشه. یه نه عرق درب داغونا دستش خیسه میخوای دست بدی اینا، نه یه عرق ملیحی همون جوری میشه. فقط غذا میخوری برای لذت بردن، گشنت نمیشه که داری داغون میشی. بعد بابا یه لقمه غذا به ما برسونید آقای هورولین مثلا اینجوری، نه عرض هورولین خانوم ها میدونم بعضی وقتا من عمدن یه اشتباهاتی رو میکنم، دوستان بهم تذکر میدن، میگم 600 تا، میگن آقا 500 تا یا 600 تا، شما این عدد هم بلد نیستی بشموری. ببخشید خیلی امشب طول کشید این حرف. دنیا برای چی محبوبه پیش شما؟ برای اینکه نقده؟ شما رو خدا یه جوری ساخته که دنیای نقد رو میبینی حالت ازش به هم میخوره. بعد آخرت برای چی پیش شما محبوب نیست؟ ببخشید برای اینکه نسیه است. ببین خیال رسیدن به یه جای خوشمزه که بیشتر لذت داره از خوردن اون چیزای خوشمزه و رسیدن به اون چیزای خوشمزه. دوباره سوال تکرار میکنم، چرا شما الان آخرت رو دوست نداری دنیا رو دوست داری؟ بعد الکی هم خوشی دیگه، فکر میکنی خوش بهت میگذره. شما گفتید که دنیا چون نقده لذتشو میچشیم بهش علاقمند هستیم، آخرت چون نسیه است بهش علاقمند نیستیم. بنده عرض کردم که معمولا بهترین لذت مال شوقه، مال خیال رسیدنه در وجود انسان، و بعد دنیا هم چون در به داغونه زود از چشم آدم میفته. دقیقا هر دوتا رو برعکس جواب دادی. راستی چرا ما به دنیا علاقه داریم؟ ها دنیا رو میدونید برای چی بهش علاقه داریم؟ برای اینکه اون چیزی که ما رو به دنیا علاقه مند میکنه خیال رسیدن به دنیاست، نه نقد بودن دنیا. من برم دانشگاه این مدرک دکترا بگیرم بگن آقای دکتر، بعد اون پسر خاله‌ما دق میکنه دیپلمم نگرفته، بعد با زن و بچه هم برم بیرون خانومم بگه آی دکتر این بچه رو بگیر، وای چیش. یا یه طلبهی برای حضرت آیت الله شدن همینجا رو بگه، بس دکتر آیت الله نیست. ببین دنیا میدونی کجاش تو رو بیچاره کرده؟ خیالش. نه نقدش. نقدش بشه که تو حالت به هم میخوره اگه یه کمی دقیق باشی و حالت خوب باشه و اینا. دنیا چیش آدمو خراب میکنه؟ نه نقد بودنش، ذکرش، یادش. خب این ذکر و یاد که بیشتر با آخرت میسازه، که چرا صرف اونجا نمی کنی؟ چرا لذت نمیبری؟ دوستان من ذکر، یاد انقدر قوی در جان انسان اثر میگذاره که دنیای نقد اگر بخواد محبوب ما بشه با ذکرش، با یادش، با خیالش عزیز ما میشه، نه خودش. خب حالا من میخوام یه پیشنهاد بدم، بیاد با ذکر خدا لذت ببرید. آقا مگه ذکر لذت داره؟ بنده خدا من دارم میگم دنیا خودش لذت نداره، ذکر دنیا تو رو عاشق دنیا کرده. خب بیا ذکر خدا بکن، بیا ذکر آخرت بکن، بیا ذکر بهشت بکن. الان دیگه تو این جلسه جرئت نمی کنم میگم ذکر جهنم بکن ببین چقدر لذت بردن زیاد میشه، دیگه میگید آقا تو داری قاطی میکنی، ذکر جهنم کجا آدم دیگه. حالا اونو بحث نمی کنم، انشالله یه شبی انشالله خدا توفیق بده. ذکر جهنم چقدر حیات انسان رو شیرین میکنه، چجوری آخه
من دلایلشو بعداً برای شما توضیح میدم. شما البته خودتون حکیمید و فهمیدید، میتونید حدس بزنید، ولی خدا هیچ وقت بندهشو اذیت نمیکنه. نصف قرآن ذکر جهنم، نصف قرآن ذکر بهشت. ذکر بهشتشو که الان حل میکنه، حل شد مسئلهش. ببین چی ما رو به دنیا علاقه من میکنه؟ ذکرش، نه خودش. خیالش، نه خودش. خودش از چشم انسان خدا شاهده میفته. من یه دعا برات میکنم، تو هم الهی آمین بگو، چه بسا مستجاب بشه. خدا انشالله هر چی تو دنیا میخوای بهت بده تا از چشمت بیفته. دیگه خیال رسیدن به چیزی نداشته باشی. تموم شد کاره، حالا بیا برو عاشق شو، حالا بیا برو یه لذت بالاتر ببر. بگو خدا منو فرستادی تو دنیا خوش نمیگذره، من باید اذیت بشم. خدا میگه نه بنده عزیز من دنبال یه همچی بنده با شعوری مثل تو میگشتم. با عاشقی کل دنیای تو رو انقدر پر میکنم، انقدر لذت ببری. وای خدای من، میدونید خدا صدای کیا رو زودتر جواب میده؟ الهی من فدای اینجور بنده های با شعور بشم. عجب آدم های با شعوری پیدا میشن. یکی میگه من خونه ندارم، یکی میگه من همسر ندارم، یکی میگه من ماشین ندارم، یکی میگه من بدهکارم، یکی میگه اینو. خب اینا خدا میگه خب اینا رو که من خودم برای درگیری ها رو ریختم، حالا کدومشو بردارم جاش چی بذارم؟ حالا باش، با دعا خیلی از مشکلات حل میشه، ناامیدتون نکنم. ولی یه نفر میاد میگه که خدایا این دنیا برای من ساختیم، من نمیتونم از این دنیا با خیال بافی لذت ببرم، شادیم کمه، برسون. بغل میکنه خدا این بنده رو، آفرین آفرین. من نمیدونم خدا این حرفا هم میزنه یا نه، که مثلا به این بندهش میگه جگر منی تو. نمیدونم این حرفا میزنه یا نه، ولی بغلش میگیره، اینو محکم میدونم. آفرین که گول دنیا رو نخوردی، خوش بهت نمیگذره تو دنیا، بیا من ببرمت تو همین دنیا خوش بهت بگذره، من راهاشو باز میکنم برات. آخه گفتم خدایا شاید تو کلا نمیخوای من تو دنیا بهم خوش بگذره. من چرا من نخوام تو دنیا بهت خوش بگذره؟ چرا؟ مگه من خدای ظالمم؟ نعوذ بالله، چرا نخوام؟ گفتم شاید خدای تو خودتو مسئول ندونی که بهم خوش بگذره. میگی حالا هست دیگه، به من چی که بهت خوش نمیاد؟ من خدای تو هم، من تو رو خلقت کردم، من مسئول تو هم، مسئول. میدونم انه غیر و مسئولن، من رب تو هم. یاد بگیر از امیرالمومنین اونجوری با هم مناجات کن، مولای یا مولای انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. اینجوری با هم حرف بزن، بگو خدایا تو رازقی دیگه، اصلا کس دیگه مگه به من رحم میکنه؟ من مرزوقم، من روزی خورم، من کس دیگه به من رحم میکنه جز تو؟ بگو من اینجوری دوست دارم با من حرف بزنی. بخوا ازم مولای یا مولای انت الرب و انا المربوب، تو پرورنده ای، من پرورش باید پیدا کنم. هل یرحم المربوب الا الرب، مربوبو کی بهش رحم میکنه؟ کی بهش رسیدگی میکنه جز شما؟ خب برس دیگه، من برس دیگه، حالم خوب نی، من برس، من بهت عشق میدم. آفرین که عاشق دنیا نشدی. فهمیدی لذت نداره؟ آره خدا، من هنر نکردم لذت نبردم، چون دنیا رو دیدم عجب چیز بیمزه ایه. ما اینجا گوشته خدا برای میفهمم من بهت میرسم، لذت بهت میدم. یه کاری میکنم، مثلا این دوتا روایت رو ببینید. میفرماد الذکر لذت المحبین، ذکر یاد لذت محبینه. یا میفرماد ذکر الله مسرت و کل متقن و لذت و کل موقن، ذکر خدا مایه سرور هر آدم متقیه.
متقی یعنی کسی که فهمیده اون دنیا رو گذاشته کنارا، میگه خدایا من هنر نکردم دنیا رو خود گذاشتم کنارا، واقعا حال نمیده. و لذت و کل موقنه، لذت هر آدم یقین داریه که میفهمه، یقین داره پرده پشت پرده عالم چه خبره. بعد خدا میدونی با این آدم چیکار میکنه، میفرماد یک، عشق خودم رو و ذکر خودم رو بهت میدم حال کنی، دو، ذکر قیامت رو بهت میدم صفا کنی باش، سه، ذکر اولیاء خودم رو بهت میدم که بکش عشق اونا تو رو، چهار، یه کاری میکنم از همین دنیای بیمزه به عشق من حال کنی و لذت ببری و صفا کنی. دنیا بیمزه است، با مزهش میکنم برات، به خاطر من ازدواج کن، به خاطر من خونه داری کن، به خاطر من پول بیار بر بچهات، به خاطر من بچه دار شو، عشق میکنی به بچهت نگاه میکنی، به خاطر من برو خونه بخر، به خاطر من برو کار کن. حالا مزه دار شد یا نه؟ دیگه عشق دیگه، خدا دیگه عشق دیگه. من نمیذارم تو بهت خوش نگذره، مهمون منی تو. اول صبح گفتم این بحثو کسی نصف نظاره بره. اول بحث گفتم دنیا که بیمزه است، آخر بحث گفتم چی؟ یه مزه برتر بهت میده، بعد با اون مزه برتر دنیات هم لذت بخش میکنه. جوانایی که ازدواج نکردید تو جلسه هستید، اگه یه شب خواب ببینی امام زمان بفرماید که ببین فلانی برو ازدواج کن، من دوست دارم ازدواج کنی، بیام تو عروسی، برات هم کسی رو در نظر گرفتیم، برو سر راهت سبز میشه، تو اون عروسی شما از همه دامادای عالم بهتر لذت نمیبرید؟ بگید آقا. بقیه اصلا از عروسیشون لذت میبرن؟ اصلا دیگه بقیه اصلا لذت نمیبرن در مقابل لذتی که تو میبری. عشق همه عالم عشقش اینه که تو عروس بشی، تو عروس بشی، داماد بشی. بعد همون عروسی خوشمزه میشه ها، به رفقات میگی ببین عروسی من بیا، بیا خبرایی، بیا. میگه چه خبره؟ موسیقی چی میخوای بزنی؟ میگه تو بیا خبرایی، حس خوبی پیدا میکنه، تو بیا. آقا بهم گفته میام عروسی تو. چه عروسی میشه؟ پس آقا شما آخه عروسی رو گفتی کلاغا همه عروسی میکنن، بعد بله اون عروسی کلاغاست و اونایی که شبیه کلاغا عروسی میکنن، ولی بعضی ها مثل کلاغا عروسی نمیکنن. ارباب بهت گفته من عروسی تو دوست دارم ببینم، من خوشحال میشم عروسی تو ببینم. اونایی که مثل کلاغا عروسی نمیکنن. از زندگی میشه لذت برد، درسته؟ ما باید ازش لذت ببریم. حالا از یاد خدا چجوری میشه لذت برد؟ ما رفیق نیستیم با هم، اگه رفیق بودیم، یعنی تو جلسه عمومی آدم صحبت میکنه مثل دو نفر رفیق که صحبت نمیکنه که. دو نفر رفیق فرمود العتاب و حیات الموده، خودمونی که میشی با یه کسی دادی هم سرش بزنی، اصلا این خودش مایه دوستیه، میتونی به رفیقت بگی فلان فلان شده. حالا ما اگه اینجوری بود، سخنرانی عمومی نبود، در جواب اون سوالت چجوری حالا ما ذکر خدا لذت ببریم؟ میدونی بهت چی میگفتم؟ میگفتم که فلان فلان شده، چجوری از ذکر دنیا داری لذت میبری؟ خودتو سر کار گذاشتی علکی؟ چجوری از خیال رسیدن به این گوشه دنیا، خیال رسیدن به اون گوشه دنیا، خیالش رو پرورش دادی، هر کسی پیشت نشست پرورشش داد، چجوری داری لذت میبری؟ همون جوری. تو الان اهل ذکری، تو الان داری از ذکر لذت میبری، از ذکر آشغال. تو خودتو کشتی الان از ذکر دنیای علکی، با خیال پردازی دنیا رو برای خودت کردی چی؟ همه به همین روش الان داری چیکار میکنی؟ الان همون کارو بکن، ذکر خدا رو بذار جاش، فکرشو نکن. این جواب کوتاه ته جلسه ای یا
و الا بازم باید در این باره صحبت کرد. خدا ما را اهل ذکر قرار بده. یه پدری بود نوه رسول خدا بود. رسول خدا هر موقع این نوه‌شو میدید با عشق بغلش میگرفت و میبوسید. اسمش ابا عبدالله الحسین بود. این نوه رسول خدا تو عشق بزرگ شده، تو محبت بزرگ شده. حالا ببین چه علاقه‌ای به پیغمبر پیدا میکنه. این نوه میمرد برای پیغمبر. وقتایی که پیامبر اکرم به شدت در حال گریه بود و عبادت و اینا، هیچ کی جرأت نمی کرد بره جلو. نوشته شهید مطهری بار این قصه رو مفصل توضیح میده، همه خانواده به امام حسین نگاه کردن، حسینم تو برو. امام حسین با جرأت اومد، پاهاشو گذاشت رو زانوهای پیغمبر، صورت پیغمبر رو به سینه‌اش چسبون، فرمود بابا گریه نکن دیگه. بس جبرئیل امین نازل شد، یا رسول الله دیگه گریه نکن، گناهکارا رو به حسینت بخشید. خیلی رابطه عاطفی عجیب و غریبی این پسر با پدر داشت. پیغمبر رو از دست داد. رابطه عاطفی شدیدش با مادر باقی موند. وقتی مادر داشت از دنیا میرفت، امام حسن اومد خودش انداخت رو سینه مادر. این حسین یه علاقه ای به مادر داشت، رفت صورتشو گذاشت کف پای مادر. مادر از دست داد. حالا این پسر نوجوان همه عشقش باباش علی، میمیره برای امیرالمومنین. فرمود من اگه تو جنگا حسینو با خودم ببرم، میخوام دیگه نبرم، ببرم اینا خودشونو برای من بکشتن میدن. باباش هم از دست داد. حالا حسین مونده و کوهی از خاطراتی که داره میکشه حسینو. خدا یه پسر به حسین داد، چهرش عین پیغمبر، راه رفتنش عین مادرش فاطمه زهرا، اسمش هم گذاشت علی. دقیقه یه دفعه صدا میزنه علی، برمیگه. امان از اون لحظه ای که این علی میخواد بره میدان، گفت علی برو با من خداحافظی نکن، میدونی نمیتونم، برو. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.